با سلام به هنرجوهای عزیزم، امیدوارم که روزهای خوبی پیش رو داشته باشید. امروز قصد دارم ابزار لازم برای نقاشی با رنگ و روغن رو به طور کامل بهتون معرفی کنم. اولین ابزار لازم برای نقاشی با رنگ و روغن بوم هستش که به صورت آماده شما میتونید از همه فروشگاه های لوازم نقاشی تهیهش کنید. بوم ها از یک پارچه آغشته شده به مواد و یک چارچوب چوبی تهیه شدند که به صورت آماده در سایز های مختلف میتونید شما تهیه کنید. مثلا این بومی که من تهیه کردم 30x30 هستش. کلن ما دو نوع بوم داریم، یکی بوم های معمولی هستن که عمق متوسطی دارن و وقتی که نقاشیتون رو کشیدین میتونین اینا رو قابش کنید. یک سری هستن بوم های دیپ هستن و عمق بیشتری دارن از این حالت طبیعی، اونها نیاز به قاب کردن نداره. هیچ تفاوتی نداره، شما بر اساس سلیقه میتونید روی هر بومی که میخواین و هر سایزی که میخواین، چون اینها سایزهای مختلفش موجود هستش، تهیه کنید و نقاشی کنید. ابزار بعدی پالت رنگ هستش که یک بستری هستش برای ترکیب رنگ. ما رنگامون رو دور این پالت میذاریم و با استفاده از کاردک اونها رو میتونیم ترکیب کنیم و رنگمون رو توی این بستر آماده کنیم و روی بوم نقاشی بذاریم. پالت ها انواع مختلف دارن. این پالت پلاستیکی هستش، پالت چوبی داریم و حتی پالت های به صورت ورقی داریم که شما بعد از هر بار استفاده میتونید اون ورق رو جدا کنید و دور بریزید. ابزار بعدی که اصلی ترین ابزارمون هم هست رنگ های روغن هستن. رنگ های روغن در واقع توی شماره های مختلف و رنگ های مختلفی تهیه شدن و برند های مختلفی دارن. شما برای شروع میتونید از برند های ایرانی و با صرفه تر استفاده کنید. رنگ های با کیفیت تر هم هستش که برای تابلوهای حرفه‌ای استفاده میشه. برای مثال من خودم برای تابلوهای حرفه‌ای از رنگ وینزور استفاده میکنم، ولی شما لازم نیست در ابتدا رنگ وینزور تهیه کنید. میتونید از رنگ های ایرانی یا چینی، مثلا فستا یک برندی هستش که قیمتش هم مناسبه، میتونید شماره های مختلفش رو بگیرید و استفاده کنید. البته این توضیح ها بهتون بدم که لازم نیست همه رنگ های رنگ روغنی رو تهیه کنید، چون ما با 3 رنگ اصلی میتونیم ترکیب رنگ کنیم و رنگ های دیگر رو بسازیم که من توی ویدیوهای بعدی بهتون آموزش میدم. شما وقتی که ترکیب رنگ رو بدونید میتونید در واقع با چند تا رنگ و رنگ سیاه و سفید رنگ دلخواهتون رو بسازید. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم برای رنگ و روغن قلمو هستش. ما برای نقاشی رنگ و روغن از قلموی سرتخت استفاده میکنیم. اینو در نظر داشته باشین که قلموها شماره های مختلفی دارن. شماره ها از 2-0 و 3-0 شروع میشه به بالا. شماره
یک داریم، دو داریم و معمولا شماره قلموهای تخت زوج هستش. توجه کنید که هرچه شماره قلمومون کمتر باشه قلموی نازکتری داریم و هرچه شماره قلمومون بیشتر باشه قلموی پهنتر و بزرگتری خواهیم داشت. بر اساس استفاده از رنگ گذاری ما از هر کدوم از شماره ها استفاده میکنیم، ولی برای قلمو لازمه که شما یک سری کامل از قلموها رو داشته باشید. سری زوج کافیه. شما سری زوج رو تا شماره 12 بگیرین برای شروع مناسب هستش. ابزار بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم کاردک هستش. کاردک یک وسیله‌ایه که ما با اون روی پالت رنگ ها رو ترکیبش میکنیم. حتی با کاردک میتونیم روی بوم نقاشی بکشیم. اصلا یک نوع استایلی داریم به نام نقاشی با کاردک که اونو من در آینده بهتون آموزش میدم. کاردک ها مثل قلموها شماره های مختلفی دارن، سایز های مختلفی دارن، ولی شما کاردک متوسط یکی یا دوتا داشته باشین برای ترکیب رنگ کافی هستش. ابزار بعدی دوتا محلولی هستش به نام تربانتین که رقیق کننده رنگ هستش و باعث میشه که رنگ روی بوم زودتر خشک بشه، و یه محلول دیگه هستش به نام روغن بزرگ. این باعث میشه که رنگتون براق‌تر بشه و در واقع هم به حلالیت رنگ کمک میکنه هم به درخشندگی. اینها رو معمولا توی یه ظرفهای خیلی کوچیکی مثل جالنزی هستش کنار پالتتون میتونید بذارید و هر موقع که میخواین رنگ رو بردارین قلموتون رو توی محلول بزنید و به رنگتون آغشته کنید و روی بومتون بذارید. این تمام ابزار ساده بود که برای شروع در واقع رنگ و روغن میتونیم ازشون استفاده کنیم. اینها رو میتونید تهیه کنید. تا توی ویدیوهای بعدی من ترکیب رنگ رو بهتون آموزش بدم. برای دیدن ویدیوهای آموزشی بیشتر حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و تا ویدیوهای بعدی و آموزش بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.